اینو یکمین بار آره کاملا. منم دوست دارم. آره منم دوست دارم. خدا حافظ. چه بلایی سرت اومده؟ ریختت اهتزاز؟ زخمی شدم. لابد حسابی خدمت حریفت رسیدی نه؟ من همیشه حسابی خدمت حریفم میرسم. جنی؟ چی؟ فیلیپ کیه؟ پدرمه. تو پدرتو فیلیپ صدا میکنی؟ اسمش اینه. تو پدرتو چی صدا میکنی؟ ناکس. جلو روش؟ من هیچ وقت روی پدرمو نمیبینم. چرا؟ مگه ماسک میزنه؟ هی تقریبا. چرا نگو، اون حتما به پسر ورزشکار و مشهوری مثل تو افتخار میکنی. خودش هم ورزشکار بوده. عنوان قهرمانی داشته؟ اون در المپیک 1928 در مسابقه پاروزنی یه نفره شرکت کرد. برنده شدی؟ نه. پس آخه چرا اون ناکسه؟ برای اینکه به من تکه میکنه. کارای صحیح انجام بدم. کارای صحیح کردن چه عیبی داره؟ من خوشم نمیاد کسی به رسم بارتا برام برنامه جور کنه و مجبور باشم هر ترم یه مقدار معینی موفقیت کسب کنم. میدونم از شاگرد ممتاز بودن و قهرمان بودن متنفری. و بیشتر از هر چیز از اینکه اون از من انتظار کمتر نداره. اینکه موفق میشم اون حالت بی‌تفاوتی به خودش میگیره. مسابقه با کرنل به من چی گفت؟ تمام این راه و تایتکا اومد که بازی تو رو ببینه. بعد از اینکه ما پیروزی رو از دست دادیم و بعد از اینکه اون دوحشی کانادایی منو زدن و تیک پارم کردن، میدونی اون بانکدار تحصیل کرده هاروارد به پسرش چی گفت؟ از اینجا تا ایتاکا دانشکده حقوق یکی از همشاگردی های سابق من. انتظار داشتی چی بگه؟ راجع به امور جنسیت بپرسه. تو طرفدار کی هستی جنی؟ من نمیدونستم جنگی در میونه. تو نمیفهمی. من کمی بیشتر از اون چه دلت میخواد میفهمم. مگه پدرت؟ معذرت میخوام، به قول تو اون ناکس همیشه نمره های بد میگیره. همیشه شاگرد ممتاز بوده. حالا فهمیدم یه مشکل اخلاقی در خانواده بارت وجود داره. مشکل افراد در موفقیت. بیا فراموشش کنیم. مشکلی وجود نداره. باشه. خیلی وجود نداره. هیچ وقت شده من تو تلفن خودم رو برای پدرم لوس کنم و با ناز و ادا بهش بگم دوستت دارم فیلیپ؟ نه. حالا دیدی؟ و میدونی چرا؟ چرا؟ خب معلومه، چون اسم بابات فیلیپ نیست. اینم سالن احتیایی خانواده باره. تو وقتی از جلوش رد میشی بهش سلام نمیکنی؟ این زشت‌ترین ساختمون دانشگاهست. من تا به حال توش نرفتم. خب این رشد فکری تو میرسونی. زندگی کردن با تاریخ و گذشته کار آسونی نیست. فکر میکنی چند نفر مجبورن وجود ساختمون احتیایی خانواده باره تو تحمل کنن؟ فعلا فقط دو نفر. متشکرم. تو مجبوری ساعت مطالعه تمرین کنی. من رشته موسیقی کوچولو رو تجزیه فرم کار میکنم. اگه فقط بشینی و طرز تمرین کردن منو تماشا کنی رفوزه میشی. من تو رو تماشا نمیکنم، دارم درس میکنم. چرم میگی؟ داری پاهامو برانداز میکنی. گوش کن جنی، تو اینقدرام خوش قیافه نیستی. میدونم. خب اگه تو اینطور فکر کنی تقصیر من چی؟ بیا موضوع رو عوض کنیم. من متوجه نبودم که موضوعی در میونه. آخه تو اشتباها تصور کردی که من میخواستم با تو عشق بازی کنم. جست. به این کار علاقه ندارم. حالیت شد؟ به هیچ وجه علاقه ندارم. خوبه، لااقل در یه چیز با هم سلیقه هستیم. ببین جنی، من دست تو رو خوندم و میدونم مقصودت چیه، ولی دیگه خسته شدم. تو موافق دختر مقاله های رادکلیفی. از همشون بهتری. تو همه این مردا رو به زانو در میاری. ولی منظور من از رابطه با یه دختر همش بحث و حرف نیست. به نظر تو اینطوری درسته؟ بهتره برگردی سراغ موزیکت و امیدوارم موفق باشی. میدونی من فکر میکنم تو میترسی. تو یه دیوار شیشه‌ای دور خودت کشیدی که صدمه نبینی، ولی دیگه نمیدونی که این مانع میشه به کسی دل ببندی. این کار یه ریسکه، نه جنی؟ لااقل من شجاعت اینو داشتم که احساسمو بیان کنم. بالاخره یه روزی تو هم مجبور میشی شجاع بشی و اعتراف کنی که این مسئله برات مهمه. برام مهمه.